بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. امشب نیز در برنامه صفحه دیگر در خدمت شما هستیم با موضوع حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی ایران. امشب در این برنامه در خدمت میهمانان گرامی برنامه، خانم شعله زمینی، نماینده سازمان غیردولتی سویدوان در شورای حقوق بشر، جناب آقای تیمور الیاسی، نماینده سازمان حقوق بشر کردستان ایران ژنو، و خانم سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهایان در ژنو خواهیم بود و موضوعات حقوق بشر را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا درود بر شما جناب آقای تیمور الیاسی، نماینده سازمان حقوق بشر کردستان ایران ژنو. شب خوشی را برای شما آرزو دارم. درود بر شما. درود بر شما و میهمانان عزیز شما. جناب آقای الیاسی، به عنوان اولین سوال میخواستم از جناب علی شروع بکنم که در جلسه ای که در چند روز اخیر در ژنو برگزار شد، نماینده هایی از جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند در این جلسه و در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کردند. آیا آنچنان که محمد جواد لاریجانی میگوید در این نشست وضعیت حقوق بشر در ایران مشکلی ندارد؟ واقعا وضعیت حقوق بشر در ایران در شرایط کنونی چگونه است؟ آیا با سرکار آمدن حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یافته؟ راجع به سوال شما، راجع به گفتهای آقای لاریجانی، در هفته گذشته آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل یک آخرین راپورتش گزارشش به جامعه بین المللی UN در سازمان ملل تقدیم کرد. در اون گزارش اشاره به این کردن که در 4 سال اخیر وضعیت حقوق بشر بدتر شده و بخصوص در سال گذشته از وقتی که آقای روحانی، پرزیدنت روحانی سرکار اومده، بیشتر از 652 نفر اعدام شدن و وضعیت اقلیت‌های دینی و اعضای ملت‌های قومی هم بدتر شده. برای مثال آقای روحانی یک سال پیش قبل از اینکه انتخاب بشه یک سری وعده‌هایی به ملت‌های ایرانی داد. مثلا برای مثال وعده داد که و سیاست امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران راجع به ملت‌های ایران به کردستان تغییر کنه، یا قول داد که بودجه استان‌های محروم مثل کردستان و کرمانشاه و جای دیگه بیشتر کنه، یا وعده داد، قول داد اجازه دهند زبان‌های غیر فارس توی مدارس درس داده بشه. ما هم مثل اینکه دیدیم مثلا راجع به چیز در یک سال گذشته بیشتر از 70 حادثه ضد حادثه تور و کشتار کوربران کور شده و راجع هم دیدیم که اون 4 استاندار کردستان که دسامبر سال گذشته انتخاب شدن هیچ یکی از اونها بومی نیستن، یعنی کرد نیستن و زبان کردی هنوز هم در مدرسه های کردستان تدریس نمیشن. به نظر من این گفته های آقای لاریجانی بیش از یک گفتار برای فریب دیدگاه جامعه بین‌المللی چیز دیگه نیست. بله. خانم شعله زمینی، درود بر شما، نماینده سازمان غیردولتی سویدوان در شورای حقوق بشر. من هم سلام میکنم. بله خانم زمینی، آقای الیاسی اشاره‌ای داشتن به وضعیت نامناسب حقوق بشر و سخنان محمد جواد لاریجانی را به نوعی تنها منحرف کردن افکار جهانی قلمداد نمودن. آیا واقعا افکار جهانی و جامعه جهانی سخنان سران جمهوری اسلامی ایران را تا چه حدی باور دارند؟ و با توجه به اینکه جناب علی در خصوص مسئله زنان فعال هستین، در خصوص مسئله حقوق زنان فعال هستین، میخوام از جناب علی بپرسم که وضعیت زنان در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی چگونه هست
و زنی که به عنوان نماینده رژیم اسلامی ایران در این جلسه حضور داشت، چگونه بحث کرد، چگونه صحبت کرد در مورد حقوق زنان در ایران؟ بله، من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون تیش. حقیقتاً همونطور که دوست عزیزمون مطرح کردند، الان آقای تیمور الیاسی، همین اتفاق در مورد مسئله زنان هم افتاده. یعنی اینکه نماینده مجلس خانم فاطمه آلیا در اینجا شرکت داشتن و در رابطه با مسائل زنان صحبت کردن، مسائل کودکان، و اینجا سعی کردن نشون بدن به جامعه جهانی که وضعیت ما وضعیت خیلی بهتری شده نسبت به 35 سال پیش، و در طی 35 سال گذشته وضعیت زنان خیلی بهتر شده. من حقیقتش میخواستم اینجا بگم، خب 35 سال از زمان انقلاب گذشته، دنیا رشد کرده در حقیقت، ولی وضعیت زنان به اون شدتی که باید در طی این 35 سال رشد کرده باشه، رشد که نکرده، در بسیاری از موارد عقب‌گرد شدیدی هم داشته، من جمله سن ازدواج که هنوز الان در ایران 13 سال هست، و این با تعهدهای بین المللی، با قوانین بین المللی اصلا سازگار نیست. ببینیم وضعیت به چه شکلی است که مثلا کشوری مثل آنگولا به ایران پیشنهاد میده که وضعیت زنان رو در کشورش بیشتر بکنه، در صورتی که سرانه جمعیت درآمد کشور ایران اصلا قابل قیاس نیستش با کشورهایی که به ایران در این موردها هم پیشنهاد میدادن. ما می‌بینیم وضعیت زنان ما واقعا بهتر نشده. اینجا سعی کردند با توجه به اتفاقاتی که در ایران افتاده، مثلا تعداد زیاد دانشجویان دختر ایرانی رو در دانشگاه به عنوان یک دستاورد جمهوری اسلامی در 4 سال گذشته به خورد در حقیقت جامعه جهانی بدن، یا اینکه مثلا دفتر امور زنان و خانواده که تبدیل شده به یک معاونت، این رو به عنوان یک اتفاق بسیار جدیدی در ایران منتقل بکنن به جامعه جهانی. منتها خب جامعه جهانی هم اطلاعات مربوط به ایران رو داره و دنبال میکنه، اینطوری نیستش که بشه به این سادگی سرشون رو در حقیقت کلاه گذاشت و چیزی رو که یا وجود خارجی به اون شکل نداشته، یا اینکه مربوط به اصلا 4 سال گذشته نیست، مسئله طولانی تری هست، اون رو بخوان به این جامعه جهانی بخورونن. بله، و خانم سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهائیان در ژنو، درود بر شما. خانم فهندش، درود بر شما. نمیدونم خانم فهندش صدای من رو دارند یا خیر. خب تا خانم فهندش به حال آماده میشن که در خدمتشون باشیم، سوال بنده از خانم زمینی این هست که خانم زمینی، به حال مسائل سنگسار، اعدام زنان و اخیراً اسید پاشی ها به روی دختران و زنان، مسئله ای هست که وضعیت حقوق زنان در ایران را خیلی نابسامان و ناگوار نشون میده. شما در این زمینه آیا هیچ صحبتی کردین؟ و میخوام اشاره هم داشته باشین به این مسئله که چه پیشنهاداتی از سوی کشورهایی که شرکت داشتند در این جلسه به رژیم ایران داده شد، و آیا پیشنهادهایی که قبلا داده شده بود تا چه حدی به مرحله اجرا در آمده بود از طرف جمهوری اسلامی ایران؟ بله، اجازه بدید من در رابطه با پیشنهادهایی که به ایران شده شروع بکنم. در دور اول همین بررسی ادواری کشورها، زمانی که نوبت به ایران بود، کشورهای زیادی به ایران پیشنهاد دادن که به میثاق جلوگیری از حذف انواع تبعیض علیه زنان بپیونده، و خب ایران این پیشنهاد رو قبول نکرده. این پیشنهاد دوباره به ایران شد در
در این نشست و تعداد بسیار زیادی از کشورها این پیشنهاد رو کردند. این پیشنهاد در کنار پیشنهادهای دیگه‌ای در رابطه با مسائل زنان بود، از جمله مسائل از در سطح تبعیض علیه زنان که تبعیض در شغل مطرح شد، تبعیض در اشتغال، تبعیض در تحصیل مطرح شد. از ایران خواستن کشورهای مختلف که شرایط رو طوری بکنن که زنها بتونن در منصبهایی باشن که منصبهای تصمیم گیری هستن، از جمله در زندگی سیاسی مشارکت بیشتری داشته باشن، در زندگی اجتماعی و عمومی. و اینها همه نشون دهنده این هستن که کشورها به خوبی دارن شرایط ایران رو دنبال میکنن. در رابطه با مسئله ریحان جباری، آخرین اعدامی که در ایران اتفاق افتاده، اعدام زنان که خیلی هم مطرح شده بود در رسانه ها، اینجا زمانی که ما به کشورهای مختلف صحبت می‌کردیم تقریبا همه‌شون مسئله رو دنبال کرده بودن، تقریبا همه‌شون در جریان مسئله بودن، با اینکه آقای لاریجانی سعی کردن مسئله رو به شکلی اینجا در جلسه شورا لوس بکنن، ولی اطلاعاتی که اینجا منتقل شده بود تقریبا اطلاعات کاملی بود. یا مسئله اسید پاشی به دخترها در اصفهان، به زنها در اصفهان، اون مسئله هم مسئله‌ای بودش که کاملا مطرح شده بود. یعنی در حقیقت ما از دوشنبه هفته گذشته که در نشست UPR شروع شد و ما اینجا بودیم، وقتی که با نماینده های کشورها صحبت میکردیم همه کاملا مسئله رو میدونستن. مسئله ای که اونها در این حال دنبال میکردن قولی بود که آقای روحانی داده بود به اینکه عوامل اسید پاشی دستگیر بشن، و من جمله پیشنهاد صحبتی که کشور اتریش در این رابطه کرد که منتظر هست از آقای روحانی که این کار رو انجام بده و به قولش عمل بکنه، در رابطه با این مسئله که آزادی بیان نیست در ایران صحبت بسیار شد اینجا، و من جمله مسئله دستگیری اون عکاسی که از تظاهرات بعد از اسید پاشی عکس گرفته بود و همینطور دو نفری که در خبرگزاری ایسنا دستگیر شده بودن، این مسئله هم اینجا به صورت گسترده منعکس شده بود و منعکس شد در این نشست. و صحبت‌های بسیاری در این زمینه هم من جمله از طرف کشورها شد در رابطه با آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و غیره. منظورم این هستش که با وجود اینکه جمهوری اسلامی و نمایندگانش، هیئت نمایندگی بسیار بزرگی که اومد اینجا و ما توی سالن می‌دیدیم اینها رو، و بعد تعدادی از فعالان حقوق بشر که در هتل‌ها بودن می‌دیدن که تعداد بسیار بیشتر از کسانی هست که توی شورا هستن، با وجود این تعداد بسیار زیاد که سعی میکنن یک واقعیت وارونه‌ای رو در حقیقت به خورد جامعه جهانی بدن، خوشبختانه جامعه جهانی اطلاعاتش خوب هست. البته بگذاریم از این که برخی از کشورها به دلایل سیاسی که دارن، به دلیل نزدیکی‌های بسیار زیادی که با ایران دارن، سعی میکنن چشمشون رو روی این قضیه ببندن، و خب ما کشورهایی رو داشتیم که هیچ توصیه خاصی هم به ایران نکردن و فقط زمان رو گرفتن، وقت گرفتن که تشکر کنن از ایران، در صورتی که اکثریت کشورها این حالت رو نداشتن. بله. و خانم سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهائیان در ژنو، درود بر شما. سلام خانم فهندش. جناب علی، با توجه به اینکه نماینده جامعه جهانی بهائیان هستین در ژنو، در خصوص مسئله اقلیت‌های دینی و مذهبی و حتی اتنیکی هم سران شرکت کننده جمهوری اسلامی ایران در نشست دوره UPR شرکت داشتند و بحث کردند که علل خصوص مسئله بهائیان که بحث شد، در موردش اشاره به این موضوع داشتند که بهائیان حق تحصیل دارند و مشکلی در تحصیل ندارند. من میخوام از زبان جناب علی بشنوم که وضعیت بهائیان در ایران چگونه هست و لاریجانی و افرادی که با لاریجانی بودند چگونه در مورد بهائیان صحبت کردند در این نشست؟ بله، همونطوری که صحبت شد، آقای لاریجانی و تیم ایران در جلسه هفته گذشته واقعیت‌های کشور ایران رو تعریف کردند و یک
حقیقت، یعنی یک تصویر کاملا نادرست رو در مورد وضعیت حقوق بشر و به خصوص حقوق بهائیان در ایران ارائه دادن. به طور مثال صراحتا اعلام کردن که در ایران هیچ فردی به دلیل اعتقاداتش در زندان نیست و همینطور آقای لاریجانی اعلام کردن که بهایان از حقوق کامل شهروندی برخوردار هستند و حتی در ایران دانشجو و استاد بهایی وجود داره، که این ادعاها کاملا غلط و بی‌اساس هستند. به طوری که ما در ایران می‌بینیم که وضعیت بهائیان هیچ فرقی نکرده و بهائیان همواره مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرن، بدون دلیل دستگیر میشن، زندانی میشن و در بسیاری از موارد به حکم‌های 4 تا 5 سال محکوم میشن و جوانان بهائی هم هنوز از حق تحصیل محروم هستند. و اتفاقا همین امسال هم بنابرای تاکتیک جدیدی برای محروم کردن اونها از تحصیل، نامی رو دریافت میکنن که از اونها خواسته میشه که به ادارهی در کرج مراجعه کنن. وقتی که به اونجا مراجعه میکنن، مسئولین اونجا با نشون دادن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 1369 به اونها میگن که اونها اجازه ورود دانشگاه ندارن. همینطور بهائیان مورد فشار اقتصادی هم قرار میگیرند و در چند روز گذشته ما شاهد پلم شدن 79 مغازه بهائی در شهرهای مختلف ایران از جمله کرمان، رفسنجان و جیروفت بودیم و همینطور آزار و اذیت های دیگه که شاید بی‌رحم‌ترینشون این هست که قبرستان های بهائی خراب میشن و حتی بهائیان اجازه دفن کردن عزیزانشون رو در قبرستان های خودشون ندارن. و در این روزها موردی داشتیم در تبریز که فکر میکنم اجازه نداده بودند یکی از بهائیان که فوت کرده بود در گورستان تبریز به خاک سپرده بشه. نمیدونم تا شاید شما اطلاع دارین در این خصوص. بله، در چندین مورد در گذشته هم بوده که بهائیانی که میخواستن عزیزانشون رو در تبریز دفن کنن، جسد این عزیزان از اونها گرفته شده بود و به میاندواب منتقل شده بود. بله، خب کشورهای شرکت کننده در این نشست چه پیشنهادی دادن در مورد وضعیت اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، علل خصوص در خصوص وضعیت بهائیان؟ آیا هیچ پیشنهادی شد به جمهوری اسلام ایران و آیا قبلا پیشنهاداتی شده بود که جمهوری اسلام ایران اونها را رد کرده باشه یا به نوعی عمل نکرده باشه به این پیشنهادات؟ بله، کشورهای متعددی در این جلسه در مورد وضعیت بهائیان در ایران از ایران سوال کردن و این وضعیت حقوق بهائیان رو مطرح کردن. کشورهای مثل سیرالیون، مکزیک، پرو و خیلی از کشورهای اروپایی، استرالیا، نیوزیلند، و این مسئله مطرح کردن و دقیقا نشون دادن که حتی با ادعاهایی که جمهوری اسلامی در این نشست داشت به حرفای اونها، یعنی حرفای اونها رو قبول ندارن و نگران وضعیت بهائیان در ایران هستن. در 2010 هم که جلسه پیشین این بررسی اجرا شد در سازمان ملل، ایران حدود 4 توصیه رو در مورد بهائیان قبول کرده بود که در 4 سال گذشته این توصیه ها رو اصلا در حقیقت اونها رو اجرا نکرد در ایران. و البته امیدوار هستیم که توصیه هایی که شاید قبول بکنن رو در 4 سال آینده اجرا بکنن. بله. در مورد وضعیت رهبران بهایی که در زندان های رژیم اسلام ایران هستند، آیا سخنی به میان آمد و وضعیت کنونی آنها در زندان ها چگونه است؟ بله، هفت مدیر سابق جامعه بهایی هنوز در حال گذراندن 6 سال زندانی شدن خودشون هستند. اونها در سال 2008 در طی یک پروسه کاملا غیرعادلانه به 20 سال زندان محکوم شدند که طولانی ترین حکم زندانی و یک زندانی مسئولیتی در ایران است.
و در حال حاضر هم از تمام حقوق یک زندانی مثل حتی مرخصی هم محروم هستند و در شرایط بسیار بدی حکم خودشون رو میگذرونند. بله. خب جناب بله. بله خیلی متشکر. البته در ادامه برنامه در خدمت جناب عالی خواهیم بود. خانم سیمین فندج نماینده جامعه جهانی بهائیان در ژنو. جناب آقای الیاسی نماینده سازمان حقوق بشر کردستان ایران در ژنو. پیشنهاداتی که به سران جمهوری اسلامی ایران در نشست UPR شد. فکر میکنید تا چه حدی پایبند خواهد بود و تا چه حدی قبول خواهد کرد پیشنهادات سران کشورهای دیگر رو جمهوری اسلامی ایران و آیا پیشنهاداتی که قبلا شده بود تا چه حدی جامعه عمل پوشیده بهش جمهوری اسلامی ایران؟ بله توی این دو دوره نزدیک به 290 توصیه به ایران شده. در اولین بررسی کارنامه حقوق بشر ایران که 4 سال پیش بود ایران از 212 پیشنهاد یه توصیه 126 توصیه را پذیرفت و به طبق گزارش جمهوری اسلامی ایران توی این 126 توصیه 122 را چیز کرده، اجرا کرده. ولی مثل این که دوستان من خانم سمی گفتن جمهوری اسلامی هیچی از وعده هایش، مثلا با این مثال میگم، واجب اعدام جوانان زیر 18 سال یا سنگدار زنان یا وضعیت روزنامه‌نگاران یا کاهش تبعیض علیه زنان، برای مثال 4 سال پیش 62% دانشجوهای زن دسترسی داشتن به دانشگاه، ولی حالا این پایین اومده به 42%. یعنی این وعده ها به هیچ وقت اجرا نشده و وضعیت حقوق بشر توی جمهوری اسلامی ایران بهتر نشده، ولی بدتر شده. به خاطر همین یعنی روی اون 108 کشور که صحبت کردم، تقریبا 90 کشورشون به تندی از جمهوری اسلامی انتقاد کردن و دوباره توصیه کردن به جمهوری اسلامی که یک اون وعده هایی که 4 سال پیش دادن اجرا کنن و بقیه وعده ها را که میدهن هم اجرا کنن. ولی به نظر من جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتقادی به حقوق بشر نداره، فقط این UPR مثل یک تئاتر هست که اینا میان بازی میکنن بر میگردن و 4 سال دیگه. بله. خب آقای الیاسی، به عنوان آخرین سوال، آیا هیچ اطلاعی دارین از اینکه از پیشنهادات جدیدی که به سران جمهوری اسلامی ایران شده تا چه حدی این پیشنهادات را پذیرفتند یا اینکه در روزهای آینده معلوم خواهد شد که چه پیشنهاداتی را خواهند پذیرفت؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران یک عده از این پیشنهاد را میپذیره، ولی این پیشنهاد میشه امروز یا روزهای دیگه یا سال آینده جواب بدهد که چه پیشنهاد را قبول میکنه، چه توصیه را قبول میکنه یا رد میکنه. ولی میخوام این نقطه رو بگم که راجع به ملیت های اتنیکی ایران و مذهبی، مثلا 4 سال پیش یک عدد خیلی کم راجع به این مسئله صحبت کردن، ولی در این جلسه روز جمعه گذشته، یعنی تعداد کشورهایی که راجع به مسئله اتنیکی و مذهبی صحبت کردن این چندین برابر شده. این برای ما یک نشانه موفقیت است و ما در این در کوشای ما این فشارها را روی جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌داریم. بله، خیلی متشکر از جناب علی. جناب آقای تیموری الیاسی نماینده سازمان حقوق بشر کردستان ایران در ژنو، شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. سپاس بشمند. و خانم شعله زمینی نماینده سازمان غیر دولتی سویدوند در شورای حقوق بشر، به عنوان آخرین سوال از جناب علی هم می‌خواستم بپرسم که به هر حال لاریجانی در سخنان خودش اشاره‌ای داشتن به این موضوع که سنگسار به نوعی اجرای شریعت اسلامی است و حتی از کشورهای اروپایی هم خواسته که حتما به نوعی این احکام را اجرا بکنن و به هر حال توی برنامه هاشون داشته باشن این موضوع. آیا فکر میکنین
با آمدن حسن روحانی و یا با تغییر یک رئیس جمهوری دیگر در ایران تحت سلطه ولایت فقیه، آیا فکر میکنین هیچ چیزی تغییر خواهد کرد به نفع وضعیت حقوق زنان و در کل وضعیت حقوق بشر در ایران، یا اینکه راه چاره برای تغییر در وضعیت حقوق بشر در ایران چی هست فکر میکنین؟ حقیقتا ما هممون داریم سعی میکنیم که این وضعیت رو تغییر بدیم. من معتقد نیستم که این وضعیت با قولهای مثلا آقای روحانی یا حالا رئیس جمهور بعدی یا قبلی تغییر خیلی خاصی بکنه. از اونجایی که مثلا آقای روحانی خب قول داده بودن که ما وزارتخونه زنان داشته باشیم، وزیر زن داشته باشیم، و خب میبینیم که هیچ کدوم از اینا عملی نشده. خب اگه فکر میکنین وزیر زن تو کابینه حسن روحانی وجود داشت، آیا وضعیت به نفع زنان هیچ تغییری میکرد؟ ببینید، در حقیقت اینجوری هستش که زنان در مناسب تصمیم گیری زمانی که حضور داشته باشن و به تدریج تعدادشون بیشتر و بیشتر بشه، خودشون میدونن که چیکار باید بکنن. ما زمانی مشکل داریم که توی یه دونه مثلا مجلس 300 و خورده این نفری 89 تا زن میشینن و اون 89 تا زن هم نماینده فقط یک تفکر هستن. مثلا صحبتی که الان آقای لاریجانی، یکی از صحبتایی که اینجا کردن این بود که ما انتخابات دموکراتیک داریم در کشورمون و دموکراسی در کشور ما کامل هستش، در صورتی که تا وقتی که من به عنوان یک زن یا حالا اون خانم یا اون خانم دیگه نمیتونه به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اصلا خودشو کاندید بکنه، خب این کدوم دموکراسیه که نصف کشور رو داره حذف میکنه عملا از مناسب تصمیم گیری. خب این جزء پیشنهاداتی هستش که به ایران شده و اتفاقا از بسیاری از کشورهای دوستش هم بهش شده. منظور من این هستش که تمام کوشش ما و تمام سعی ما این هستش که حقوق بشر در ایران اجرا بشه و تمام کوشش و تلاشی که داریم میکنیم برای بهبود حقوق بشر در این کشور هست. حالا اینکه آقای روحانی این کار رو میخواد انجام بده یا فعالین حقوق بشر این کار رو انجام میدن، من بیشتر به فعالین مدنی فکر میکنم که باید نگاه داشته باشیم و فکر میکنم که اونها هستند که میتونن موفقیت رو در ایران به وجود بیارن و اون چیزی که در حقیقت در 35 سال گذشته جمهوری اسلامی به ما نشون داده رشد حقوق بشر متاسفانه نبوده. بله، خیلی متشکر از جناب علی. جناب خانم شعلی زمینی، نماینده سازمان غیر دولتی سویدوند در شورای حقوق بشر، شب خوشی را برای شما آرزو میکنم. خیلی متشکر از شرکتتون. متشکرم از شما، شبتون بخیر. شب خوش. خانم سیمین فهندش، به عنوان آخرین سوال و آخرین گفته جناب علی در این برنامه، آیا فکر میکنین سرکار آمدن حسن روحانی هیچ تغییر جزئی در وضعیت بهائیان داشته یا وضعیت به همین منوال قبلی داره پیش میره و برای اینکه وضعیت حقوق بشر در کل در ایران و یا وضعیت بهائیان در ایران به سوی بهبودی بره، فکر میکنین راه چاره چی هست و چه باید کرد؟ بله، در یک سال گذشته هیچ تغییری در وضعیت بهائیان به وجود نیومده. ما هنوز بیشتر از 100 بهائی در زندان داریم و همونطور که گفتم آزار اذیت های دیگه ای هم که بوده از بعضی جهت ها هم حتی زیادتر شده. مثلا در رسانه ها، در تلویزیون، رادیو، روزنامه و اینترنت روزانه ما شاهد ده ها مطلب غلط توهین‌آمیز در مورد بهائیان هستیم که در یک سال گذشته شدت پیدا کردن. و به طور مثال در ماه جون و جولای ما حدود 400 و 500 مقاله فقط در اینترنت بر ضد دیانت بهائی داشتیم و از این جهت هم هیچ تغییری نکرده. بله، خب راه چاره چی هست؟ فکر میکنین چطور حقوق بشر و حقوق بهائیان در ایران به نوعی بهبود پیدا میکنه؟ بله، من فکر میکنم که یکی از اولین راهاش این هست که دولت ایران به وعده های خود
خود در سطح بین المللی عمل بکنه و این در حقیقت یکی از اولین قدم هایی هست که دولت ایران میتونه به پیش بیاره و وقتی که وعده ای میده و توسعه ای رو قبول میکنه و یکی از قوانین بین المللی رو امضا میکنه که بر سر عهده خودش بمونه و اینها رو در کشورش عمل بکنه. آیا این زمینه هست در نظام ولایت فقیه که عملی بکنه قول و وعده و ایتهایی که میده در زمینه حقوق بشر؟ مطمئنا تواناییش وجود داره و فقط باید دولت بخواد که این کارو بکنه و در حقیقت این رو بخواد که تمام شهروندها رو به عنوان انسان بپذیره و به اونها به عنوان انسان احترام بگذاره بدون توجه به عقاید اونها، مذهب اونها، به اینکه از کجا اومدن، چه زبونی صحبت میکنن و به همه حقوق شهروندی رو بده و اجازه بده که در کشورشون به راحتی بتونن زندگی کنن و به کشورشون کمک بکنن. خیلی متشکرم از جناب عالی. خانم سیمین فهندش، نماینده جامعه جهانی بهائیان در ژنو، شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. خیلی ممنون از شما. خیلی متشکرم. بینندگان تلویزیون تیشک، این بود برنامه صفحه دیگر. تا دیدار دیگر و تا صفحه دیگر، شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. شب خوش.